فردوسی رو باز بکنم اصلا چند دانه یکی رو نگاه نکردم دکتر زند صدا ما نداری؟ بفرمایید. برنامه جدید ریستش کردم الان در اختیار شماست دیگه. تا الان یه بار دیگه تاریخ ها اگه بگین خیلی ممنون میشم. حتما. پس ما لایف هستیم؟ بله لایف هستیم. بله با درود مجدد، با درود دوباره به هممیهنان گرامی. امروز مهرشید 20 آذر با پوزش 27 آذر 8500 از اشو زرتشت برابر است با 18 دسامبر 2011. بله دوستان اصرار کردن که ما برنامه های فرهنگ ایران رو شروع بکنیم، با اینکه بیننده زیادی هنوز نداریم و ما پذیرفتیم و اگر لازم شد در آینده مرور دوباره خواهیم کرد، ولی برحال پذیرفتیم که ما این کار رو بکنیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای. ببینید دوستان، من پیش از همه چیز یک نکته رو بگم پیش از اینکه جلو بریم. خدای در فرهنگ ایران هیچ ربطی به یه موجودک نداره، چه تو آسمون، چه پایین، چه بالا، چه در ما، چه بیرون از ما. خدای اون نیروی هستی مهره که در ذراتی، امروز ما میدونی در ذرات، کوچکترین ذرات هستی از نوترینوها و ذرات غیر پایدار هستی، میرسیم به کوانتوم مکانیک که امروز چگونه توضیح میده که اینها با همون نیروی مهر به هم چسبیدن یا کشش، و از اینها اولین ذرات اولیه به وجود اومدن، ذرات اولیه پس از چسبیدن به هم پروتون ها و نوترون ها رو درست کردن که دو تا یه نوترون یه پروتون به هم چسبیده هسته رو درست کرده، و از اون که هسته کامل شده یه الکترون رو به خودش جذب کرده، چون با بار مثبتش بار منفی یه الکترون جذب کرد، و اولین نیروی سازنده هیدروژن به وجود اومد که هیدروژن ها خورشید ها رو ساختن و ما به خود خورشید گفتیم مهر. شما چیزی می‌خواستید؟ بله، در مورد واژه خدا میبایست اینجا بگم که در پارسی باستان و همچنین پهلوی ما واژه‌ای داریم، واژه خدا از بن واژه خودتا، خودتا به معنای تخمه خودزا یا هسته خودزا یا هستی خودزا. دقیقاً یعنی اون گونه که ما فرهنگ، ما فرهنگ چیزی نیست به جز زبان، دانش و اون چیزی که رسومات و سپستر همه به اصطلاح جنبه های مختلف فرهنگی ما رو تشکیل میده. ما اصلا میخواهیم بگیم که این چگونه فرهنگ ما بر اساس دانش پای نهاده شده و چگونه شناخت پیدا کرده بودیم به اون جنس انرژی و بله حرکت انرژی و پویش اون. شما ببینید در همین واژه خدا که خودته به معنای تخمه خودزا یا هسته خودزا، یعنی چیزی که هستی خود رو میزایه. بله دقیقاً، یعنی کسی نمیاد از بزاد از اول درست کنه. پس خدا اون خدایی نیست که گفت بشو و شد، بلکه اون هسته و اون چیز ذره‌ای بود که خود نو به نو میشد و همیشه در حال پویش و نو شدن و چیز جدیدی درست کردن، و این در خود واژه نهادینه هست. بله، یعنی که شروعی نیست برای اینا که کسی بگه بشو. بیگ بنگ ما هم شروعی بر پایانی دیگر و تو اینفینیت، یعنی چیزی نیست که مثلا بیگ بنگ ما در یک 13.7 میلیارد سال پیش از اون تایم یا سپیس وجود نداشت. تایم یا سپیس و اشکال دیگر
چون تایم سپیس در هستی ما اون قوانین خاص خودشو داره، در هستی های پارالل قوانین خود دیگری داره و همه چیز در حال نوبنا شدن و پویش و زایش و زایش. در اینجا شروعی نمیتونیم قائل بشیم که یک مردکی به اسم یهوه یا الهوه یا الله یا الوخیم در یه جایی که معلوم نیست کجا کجا آباد یه دفعه گفت بشو و خورشید درست شد یا روزا درست شدن. این اینقدر احمقانه است که اصلا قابل بحث نیست، یعنی ما به اون طرف نمیریم. ولی خدای خواستیم بگیم که در فرهنگ ایران هیچ ربطی به الله و الهوه و یهوه و الوخیم و هر آشغال دیگری نداره. یک نامیه، یک واژه‌ایه بر در برگیرنده فورس های هستی که فراپویش در درونشون همیشه در حال حرکت. پس خداوند جان و خرد همون داره میگه که در درجه اول جان، یعنی در وجود این هستی این جان وجود داره، این جانی که ما بعداً میبینیم در گفتار در آفرینش که مقایسه میکنیم آفرینش ما رو ما پیش از این با کدام کد آفرینش های مذاهب عقب مونده ابراهیمی، البته اونها خلقت هستن، خلقت بله بله مقایسه میکنیم که اصلا قابل مقایسه نیست، ولی به این دلیل که لازم ما زمانی که از فرهنگ ایران صحبت میکنیم بعضی وقتا هم گوشه بزنیم که اون چیزی که امروز تفکر بر جان حاکم شده و خدا موقعی که میگه فوری اون موجودات موجودک های ساخته شده ذهن انسان های روان پریش در دشت تازیان وجود اومده به اسم الله و یهوه و اینها هیچ ربطی نداره، خدای ایران هیچ ربطی نداره. اینجا ما نشون خواهیم داد که در رویه بعدی شاهنامه درست در صفحه مقابل در زمانی که راجع به پیغمبر و یارانش فردوسی مجبور میشه یه شعر بگه، خدای عرب و یهود رو میذاره در مقابل فرد خدای ایران و جا نوشته خداوند جان و خرد و در اونجا میگه چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نهی. یعنی خدای اونا خداوندی که نزول میکنه از اون بالا میاد وحی میده، یعنی انسانهای مریض روانی که در ذهنشون چیزایی میشنون که امروز شناخته شده چنون مرض روانیه و خداوندی که امر و نهی میکنه، خداوند امر و خداوند نهی، امر و نهی میکنه، دستور میده. ولی خداوند ما خداوند جان و خرده. پس ما در روی اول شاهنامه امروز به صفحه دوم نرسیدیم. خداوند جان و خرد هست، یعنی نیروهایی که نماینده جان، جان فقط در انسان نیست، جان در هستی وجود داره، جان این روان هستی است که در نهایت ما از درون این جان آفریده شدیم و به این جان زنده شدیم، به این جان ما زنده شدیم، به جان هستی که نیروهای کشش یا نیروهای مهر باشه ما زندشون. چهار فورس هستی رو بعدن ما توضیح خواهیم داد، چهار فورسی که الان توی کوانتوم مکانیک مطرح هست. این جستار بسیار مهمه، همون گونه که گفتید این کشش یا اون نیروی اولیه ذرات و اون چیزی که بخشش جاذبه شد، جاذبه امروزی شد، بله، برای این نیرویی که این دو به اصطلاح هیدروژن و به اصطلاح حتی اول ساب اتمیک ها به هم کشش پیدا کرد، بعد اتم ها و سپس مولکول ها و اینها، بله. این در خود جان هستی هست، اینو خوب پرالل کردی، اینو بیشتر گسترشش بدیم. کوتاه من گسترش بدم که دوستان سردر نگیرن، ولی همین این نیرویی که جانی که به نام خداوند جان و خرد شروع میکنه، جانی که در هستی است و ما موجودات زنده شدیم به این جان، به این دلیل این جان رو در خود داریم. خرد بعدن میاد به خاطر که ما این جان ما رو به این تکامل کدام کرد که کلمه اشتباهیه، فراپویش یا به این اِوولوشن رسونده، زنده شدن این جانه، یعنی کانشس شدن این جان به خوده. در نجه ما چشم و جان و چشم و گوش و کانشسنس این ذرات هستیم که با جمع شدنشون با همون به خاطر نیروی جان مولکول ها و گفتیم که سب اتمیک بارت اتمیک بارت هم با هم با
به خاطر باز همون نیروی کشش که باز توی لول دیگه کار میکنه، ولی باز همون نیروی کششه. ما اون خورشیدهای اولیه خورشید اولیه من... بعد مولکول های اولیه در... که بعد از اون که سردی در قسمت آفرینش کیهان و مردم میرسیم بهش که چطور اینو ذره به ذره باز میکنه که چگونه این اِوولوشن روی زمین به وقوع پیوست. بعد از زمانی که فرهنگ ما و اسطوره های ما خیلی اصرار و توجه دارن به این که اون آتش درونی و اون آتشی که از انفجار یا خورشید هاست واقعا همون دانش بیسیک و اساسی اولیه رو بهش دارن دست پیدا میکنن. میگه اگه اون آتش اون جان رو ما از دست بدیم کارمون تمومه، میافتیم به دنبال از دسپریشن و از ناامیدی، یعنی اول مرده میشیم میمیریم و بعد میافتیم به دنبال کسی که ما رو نجات بده و به اولین تخت پاره پوسیده خطرناک که خودش رو به شکل شناور کرده که ما دست به اون بزنیم و ما رو زیر آب بکشه دست میزنیم و دوباره غرق خواهیم شد. ولی تنها راهش اینه که در هر فشار و چیزی که دشمنان ما همین به قول معروف همین توراتی همین تفکر توراتی، نه مردم بدبختشون که خودشون ویکتم هستن یا قربانی هستن، این تفکر توراتی میاد بر ما حاکم بشه که به هر حال ما باید تسلیم نیروهای مادی که تیکوور کردن دنیا رو بشیم تا شاید اونا تکنانی جلوی ما بندازن، در اون لحظه است که انسان باید جان خود رو صدا بزنه و بگه که من همون موجودی هستم که خود خدای هستم و خود موجودی هستم که از 4 میلیارد سال تکامل روی زمین یا 13.7 میلیارد سال تکامل رو من به عنوان اصطلاح میگم فراپویش روی هستی به وجود اومدم و در نتیجه جان من خرید و فروشی و نمیدونم ناامید و دست چنگ به هر چیزی زدن نیست. ما باید خود بیدار بشیم به جان خود و خرد خود رو پس از اون که جان رو به دست آوردیم خرد خود رو راه بگذاریم و بر اساس این خرد تکون نخوریم از اون خرد. هر جا که این خرد خواست بی خردی بشه و ما رو به بیراه ببره ما چه کار کنیم؟ بیدار بشیم و به راه برگردیم. اینه که رستم به وجود میاد و اینه که رستمی که ایران رو نجات خواهد داد، رستم ها. و هر چیزی پایین تر از رستم دشمن خود و دشمن راه ایرانی است، راه آریاست. خب پس به نام این خداوند به این نیروی هستی شروع میکنه جان و خرد و جان رو اول میگذاره به درستی و خرد رو که بعد از اون که 3 میلیارد سال 4 میلیارد سال جان روی زمین یا 13.7 میلیارد سال در تایم سپیس ما حداقل زمان و مکان ما وجود داشته، کم کم خرد انسان از درون این بر اثر همین گفتیم کشش مولکول ها اتم ها مولکول ها و بعد مولکول ها دی ان ای و دی ان ای تک سلولی ها و تک سلولی ها پر سلولی ها پر سلولی ها شاخ و شاخ و شعبه شدنش به اونچوالی به پستانداران شاخ شاخ شعبه شدنش به استرالوپیتکوس به انسان نماها تا برسه به 200,000 سال پیش به هوموسیپینس که ما باشیم. ما خرد رو پیشه کردیم. هوموسیپینس 200,000 سالی که خرد رو پیشه کرده. حتی پیش از اون 500,000 سال پیش اونها هم خرد داشت نیاندرتال ها هم خرد رو پیشه کرده بودن. ولی خب حالا میرسیم اگه به جایی برسیم که چرا اونا نابود شدن برای تئوری های مختلف وجود داره. پس به نام خداوند جان و خرد. جان پس اساسی مهم اسنشیال و خرد نتیجه‌ای در انسان هوموساپینس از نگهبان بودن جان هست. پس خرد نگهبان جان شماست. خرد که از دست بره شما مرده اید. درست هنوز راه میرید و فلان و اینا ولی مرده اید. به هیچ درد نمیخورید، نه به درد تاریخ، نه به درد اِوولوشن، نه به درد این راز و رمز هستی که با سرعت نور در حال حرکته. از همه اینها بریده میشید و انسان دم بریده یعنی از دم بریده یعنی از بن بریده، از بن بریده دم بریده نه بن بریده انسان بن بریده دم بریده
به درد هیچ چیز نمیخوره، فقط منتظر مرگه. چند روز زندگیش هیچ ارزشی نداره. در صورتی که انسان جاندار که به جان زنده شده و به خرد مسلح شده، به درد همه چی میخوره، به درد خودش میخوره، به درد اِوولوشن میخوره و شادی رو میشناسه و در مرتبه پردیس یا هشتم پس از هفت مرحله مهرمیترایی به هشتم میرسه و به نیروانا یا به پردیس میرسه که خود خدای میشه. اون وقت میفهم برای چی به وجود اومده. وگرنه از جان بوری، از خود بیگانه یا الینیت بدون اینکه اکسپنشنی در لحظات زندگیش وجود داشته باشه به طرف مرگ جلو میره. در صورتی که انسان جان و خرددار در هر لحظه به وجود خود زنده است، به جان خود زنده است و در هر درنگ میلیاردها سال زندگی میکنه، در هر درنگ 70-80 سال عمر ناچیزش، در هر درنگش میلیاردها یا بی نهایت در پهنا زندگی میکنه، نه در درازای این بود زمان. خب چگونه اینو روشن‌تر از این بیان کنیم؟ خب بگذاریم، به هر حال که از این برتر اندیشه بر نگذرد. پس بناوند خداوند جان و خرد که شروع میکنه میگه از این برتر اندیشه بر نگذرد، در هستی، در که انسان هوموسیپینس که تا حالا به هر حال نوک پیکانشه از نظر خرد، از نظر جان خیلی حیوانات از ما جلوترن، البته از شعور جانی، از نظر spontaneous و در لحظه زندگی کردن، یکی بودن با هستی، یکی در بودن هستی لحظه را اکسپند کردن و در بی‌نهایت زندگی کردن، حیوانات الان از ما جلوترن، برای اینکه بر ما فرهنگ توراتی حاکم شد. از چند سال پیش به ما تبدیل به آدمای مرده های گوسپندانی شدیم که این شبانان بر سر ما میزنن، ولی ما میتونیم، ما حق داریم و این شانس رو داریم، این ویل ماست، اراده ماست که ما رو از این پستی در بیاره و از این دون صفتی و ما رو به همون مرتبه جان و یا خدایی و یا رستمی یا هرچی برسونه. خب پس از این برتر در انسان هموسیپینس، بعد از این اندیشه از او برمی آید و از این تکامل جان و خرد در ما اندیشه رو به وجود آورده، از این برتر وجود نداره که این اسنس رو بفهمه، این جان و خرد رو بدونه که پایه هستی ماست و پایه کانشسنس یا روان آگاه ماست. این روان آگاه از جان آمده، به خرد مسلح شده و این اندیشه از این برتر وجود نداره، چون این ultimate understanding of why we are here، یعنی ultimate این که ما چرا اینجا هستیم، از کجا آمده این و آمدن اون بهره چه بود. بعد میگه خداوند نام و خداوند جای. نام فراموش نکنید، نام فقط اسم یه چیزی نیست، نام آن درکی که ما از هر چی که در هستی هست و روی نام گذاشتیم که یک درک پیدا بکنیم، در نتیجه به تایم بسته است، به زمان بسته است. در هر زمانی نام اون چیزیه که در بعد چهارم هم که ما در حال حرکت هستیم، تایم اون چیزی که اطلاق میکنیم، با عربیش اطلاق المطلق میکنیم، پیوند میدیم با اون، پیوند میدیم با اون پدیده که از اون پدیده یک نما داشته باشه و تایم بسته است و جای هم زمان و جای هم مکانه، یعنی در اون جایی که ما وجود داریم و میتونیم به اطراف نگاه کنیم و تو پهنا و درازا و تو این سبود که در اون زندگی میکنیم رو درک بکنیم. پس نام و جای این چهار بود تایم و سپیس هست. و پس این سبود چیه؟ پهنا، درازا، طول عرض ارتفاع میشه پهنا، درازا، بلندا. بلندا، بله، پهنا، درازا، بلندا، این سبود مکانی ماست که جای هست. که جای هست و زمان، بود زمان هم که بود چهارم. بود چهارم یا میشه بهش بود پنجم هم حتی گفت. حالا یه بحثی هست در کوانتوم مکانیک. حالا میرسیم بهش یا در ریلیتیویتی. به هر حال بود چهارم میتونیم بگیم. پس به هر حال خداوند نام و خداوند جای. پس نام و جای. تایم اند سپیس. در تایم و سپیس این نیرو وجود داره. بله. خداوند روزیده و رهنمای. یعنی این چیزی که
روزی اون چیزی که داره این خودش به وجود میاره. بله، خود بله، به خود به وجود بله، در روز در این چیه کانشسنس ما رو مینتین میکنه. همون جوری گفتیم در افکار توراتی یا ابراهیمی، مغز یا کانشسنس در خدمت شکم و زیر شکمه، ولی انسان هول کامپلیت، انسان خدای، انسان واقعی، انسان آریایی، روزی در خدمت راهنما بودن کانشسنس ماست. بله، آگاهی رو نگه میداره. بله، نگاهدار اون آگاهی انسانی هست. Maintain the consciousness، دقیقا نگهبان آگاهی انسان. در اینجا اون روزیده راهنمای ماست، یعنی اون روزه، اون روزی ما که ما میخوریم فقط خوردن هم نیست، اون چیزی که به ما راهنمایی میشه، داده میشه، این در خدمت چیه؟ آگاهی ماست، در خدمت consciousness یا بودن ماست. اون اینا رو پیش از این گفتیم که این شکم و زیر شکم نه اینکه بد باشه، ولی در جایگاه واقعیش به شادی و انسان به maintenance of life، نگه داشتن نسل زندگی، نسل به زندگی و شادی انسان کمک میکنه، نه موقعی که خرد نابود بشه، جان هم از بین بره و فقط مثل آدم های ابراهیمی برای شکم و زیر شکمش فقط این چند روز عمر کثیفش رو طی بکنه به قول معروف. برحال پس این خداوند پس جان خرده، در اندیشه از این برتر نگنجد، خداوند نامه، خداوند جایه، این تایم سپیسه، خداوندی که مینتین میکنه کانشسنر تو رو و راه رو به تو می آموزه، راه از کجا آمده ای به کجا می روی، خداوند روزیده و رهنمان. خداوند میشه گفت این جان و خرد رو که نهادینه هست در هر باشنده ای، در هر به ویژه در انسان ها، این رو پیوند داده با هستی و با زمان و مکان. دقیقا این که اینا یکی هستن و همه چیز در ارتباط با همه، در پیوند با یک دیگر است، داره شروع میکنه اصلا تفکر انسان تیکه تیکه شده و نابود شده یه اسلامی، ابراهیمی، توراتی، هر چیزی، همون چیزی که همون زمان حاکم اینا 300 سال بعد همه عرب، 300 سال بعد همه عرب نوشته شدن، اینا انسان رو، روان انسان رو از نو داره میسازه، از نو میسازه. چرا؟ چون ما ایرانیان از 10,000 سال پیش یا 12,000 سال پیش از اون این روان رو داشتیم تا زمانی که این خرد و جان از ما گرفته شد. این از نو با دستیابی به تکست های پهلوی و کتاب های باستان که از دزدی یهودیان و از سوزش تازیان فرار کرده بود به دست این افتاد و این تونست چکار کنه؟ اینها رو در این اثر جاودانه بکنه. از فرهنگ مهر میترایی 12,000 ساله دست کم ایرانیان. بله. و دوستی هم گفت تو هر وقت میگی یهودی ها بگو که مردمش، نه رهبرانش. بله، هر دفعه میگیم. خب پس خداوند کیهان و گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، زنام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. از دیگه چی بگم؟ زیباتر نیست. بله. وجود داره و کاملتر از این. خداوند کیهان و گردون سپهر. پس این خداوندی که ما گفتیم جان و خرد به وجود آورده، جان، خود جان و خود خرد، خود جان و بعد خرد از اون جان پیوند پیدا کرده در ما، خداوند کیهان و گردون سپهر هم هست، یعنی در ماکرو، اینجا در میکرو داشت میگفتین و اینجا در ماکرو، در دیدگاه بزرگترش، یک پیکچر، یک نگاره بزرگتر داره، دیدگاه انشتنی اونجا داشت، از دیدگاه کوانتوم مکانیک یا ذره یا کوچکترین ذرات نگاه میکرد، اینجا از دیدگاه ریلیتیویتی انشتن داره نگاه میکنه، هستی رو در گیهانیش میبینه که اون نیرو گیهان و گردون سپهر رو بوجود، این نیرو که در درون ذرات هست، گیهان و گردون سپهر رو بوجود. چقدر زیبا و جالب و به جا میگه. و اینجا درست میبینید که چرا ما مهریون و به اصطلاح فرهنگ مهری 12,000-13,000 ساله گردونه مهر داشته، این نماد گردونه مهر از یک همچین دانش و
بینشی بود که یک همچین سمبولی رو ساخت و اون گردونه مهر که با اون چهار پر در گردشه این انرژی گردش هستی رو نمایندگی میکرد. هم کیتلر برای استفادهش کرد برای اون از چیز آلمان. بله سواستیکا. و یهودی هم از همین بول گرفتن و تو دنیا به هر کس که این گردونه مهر رو حالا 3000 سال 5000 سال 10000 سال بر بالای ساختمانشون هست میگه باید بیارین پایین. گردونه مهر بره خداوند گیهان و گردون سپهره، گردش انرژیه، دیدن گردش انرژی به وسیله ماست. پس ما گردونه مهر رو بزرگ میداریم، هیچ ربطی هم به هیتلر بیچاره بدبخت عقب مونده نداره، هیچ ربطی هم به آلمان نداره. ما ایرانی و ایران به معنای سرزمین آریاست، خودش واژه ایران یعنی سرزمین آریا. و بیش از این گفتیم دو تا کشور است که نام داره، یکم آیرلند یا ایرلند سرزمین آریا، دو تا کشور است و ما این نامو این دشمنان از ما نخواهند تونست بگیرن. هرچی جون بکنن تو این کانال پانانو کسافت که پرت کنن به طرف آریایی ها، ما این رو از ما نخواهند گرفت. بله اینجا من دوستان خیلی دوست دارم مدرک داشته باشن که این تاریخ ها از کجا میاد. برای این میگم 12-13 هزار سال گردونه مهر و مهر فرهنگ مهری، این که سندش این که دست کم یک سینریز و یک گردنبند 10000 ساله از شمال ما از گیلان و اون سو مارلیک و اون به صورت به هر روی جنوب دریای خزر به دست اومده که قدمت 10000 ساله بله. زدن و دیگری حتی تو اینترنت سعی میکنم بگن 8000 سالی کی گفت 7000 ولی فرق نمیکنه همش یکیست بخورید. بله حتی یکی 12000 ساله نمادی از این رو در شمال گرجستان و اون سوها گرجستان و از طرف های اوکراین به دست اومده. بله بله برحال برحال مدرک خود ما، شما هر مدرکی که میخواد خود ما، وجود ما نشانه مدرکه. ما از هوا که نیومدیم، ما مثل سومریا از کره چپنتوک نیومدیم، ما از این فرهنگ آمده ایم. به من نگاه کنید مدرکتون رو پیدا میکنید. من هستم، من آریا، من تمام این خاطره در وجود من هست از بیگ بنگ تا امروز در سلول هاتون. و به خود نگاه کنید، این رو من سمبولیک میگم، به من نگاه کنید. اگه به خود نگاه کنید همه اینها رو میبینید. و بعد مدارک دیگه هم که به وسیله به صدا همین تورات یا پنهان شده روز به روز دارن در میان. و ماجرا که cat is out of the box، پیش از این ما اینو گفتیم. خب پس البته ما هر چی که گفتیم دقیق تر از هر آنتروپولوژیستی در طول تاریخ ما تا حالا براش مدارک آوردیم پیش از این. ولی مدرک خود شمایید، مدرک شمایید که دارید در یه روزی به این گفتمان گوش میکنید. این خدای در وجود شماست، این نیروی هستی، این فرهنگ برترین فرهنگ هستی، یعنی این جان و خرد که نجات دهنده بیچارگان و اونایی که فرهنگشون از دست دادن، اون قربانیان اون ضد فرهنگ ابراهیمی یا هرچی اسم میخوایم بذاری، یا بردهداری یا سوداگری، هرچی که میخوای اسمش رو شما دوست دارید بذارید، این فرهنگی که این آدم انسانها رو نجات خواهد، این فرهنگ ماست که این سوداگران رو، این ابراهیمیون رو، این بدبخت ها رو، این نابود شده ها رو نجات خواهد داد. در نجه فرهنگ ما نگاهبان جان و خرد همه انسانها و حیوانها و گیاهان و کره زمین و هستیه، چون ما با مهر هستی پیوند داریم و طرفدار اونیم. ولی اونا طرفدار شکم و زیر شکمشونن که دشمن هستی قرار میگیرن، خود به خود در روبروی هستی و اِوولوشن قرار میگیرن. خب پس خداوند گیهان و گردون سپهر، پس اون نیرویی که جان و خرد در وجود اون بود، گیهان و گردون سپهر که گفتیم گردونه مهر از گردون سپهر میاد، پس ما میدونستیم که چندین هزار سال پیش اینا به فردوسی رسیده بوده که عربا که بهش نگفته بودن، این از کتابایی که نسوخته بود و از سینه به سینه نقل شده بود اینها رو پیدا کرد و نوشت. از آسمون هم بهش نیومد. تو گوش ما ایرانیا چون ما این برد نیستیم، کسی وزوز نمی کنه، یعنی ما مرض اون چیز مالی خولیا رو نداریم، خیلی کم در مالی خولیا هست، معمولا در نژادهایی که این برد شدن، یعنی به مادران و خواهران و
اینا تجاوز میکردن اینبرد شدن، مال خوریا خیلی پرامننت. مثلا محمد از همین مرض رنج میبرد. تمام اقوام محمد، تمام یهودیان که اقوام محمد بودن، من جمله زنش خدیجه. که بعد خدیجه و بابک و بقیه، همه از این مرض اکثرا رنج میبرن و خودشون رو پیغمبر مینامیدن، چون این مرض مالی خولیا رو داشتن. امروز این امراض شناخته شده است و کسی در گوششون وزوز میکنه همیشه و میگه اینو بکش، اونو بکش، این تجاوز کن، این کارو بکن، اون کار بکن. مثل اون سن آف سام تو نیویورک میگفتن چه Why did you kill all those people? Because God told me to. برای اینکه خدا من گفت. و گفتن خدا چگونه تو گوشت میگه؟ میگه از درون واقواق سگ همسایه میگه. خب اینا هم همین بودن، محمد هم همین بوده. یعنی عجیب و غریب. حالا اگه دید بشریت دنبالش افتادن به خاطر اون توطئه توراتی هاست که این فرهنگ رو حاکم، زد فرهنگ رو حاکم کردن بر زمین. چون با فرستادن لشکر عرب به ایران طلاهای ما رو دزدیدن، همون ابوبکر و همون یهودیای یثرب. خب ابوبکر و چیز و اینا، زن محمد و اینا، خدیجه و اینا. بله خب بگذاریم، گفتیم کم مقایسه میکنیم در موقعی که داریم فردوسی رو میگیم. پس خداوند کیهان و گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. پس این نیروی جان، این نیروی مهر بود که ماه رو فروخت، ناهید رو فروخت و برفروخت. برفروخت. بله. و پیش از همه و بهین از همه مهر رو برفروخت. یعنی خور رو برافروخت. یعنی خورشید، یعنی خورشید رو برافروخت. خب ما امروز میدونیم که خورشید تا زمانی که به یک مس، یعنی میزان کافی از هیدروژن جمع نشود در یک جا، برافروخته نشود. زمانی که مسش به حدی میرسه که فشار داخل به اندازه‌ای میشه که تمپرچر به حد اون چند میلیون درجه‌ای که الان یادم نیست، در داخل، در سطحش نه، در سطح چند هزار دیگریه، در داخل چند میلیون باد باشه. حالا اینو زمانی که به گفتار در آفرینش رسیدیم، من اینا رو به صورت دقیق میگم که چون باید به رجوع بکنم. بس مهر پیش از اون تاریک بود، یعنی مس هیدروژنی بود که هیچ نوری از خود نداشت، ولی موقعی که فشار به تمپرچر به داخلش رسید، کوره هیدروژنی شروع به سوختن کرد در داخلش و در هر لحظه چندین هزار تن هیدروژن تبدیل به هلیوم میشه و از تبدیل هیدروژن به هلیوم یه الکترون آزاد میکنه، در نتیجه اون ذره آزاد شده یه البته انرژی آزاد میکنه که نمیتونیم بگیم دقیقاً الکترون آزاد میکنه، انرژی که آزاد میکنه همین نوریه که مدت بسیار طولانی طول میکشه تا از مرکز کره خورشید به سطحش برسه و بعد در بی‌نهایت پخش بشه و ما از این مهر بخشیشی که زمین لازم داره میگیره و ما رو میفروزه و لایف رو در زمین و کانشسنس در زمین به وجود میاره، زندگی رو و ناهید رو، یعنی ستاره سیاره ناهید رو بله. که بعدن بهش گفتن در وینس به وجود میاره و ماهرم همینطور، ماهرم از همین فروزه مهر میگیره، ولی اینها رو به ترتیب عکس دقیقا گذاشته. چرا؟ چون خیلی وقتا مهمتری رو ما در آخر میگفتیم، اول کوچیکتری رو فریدتری میگفتیم، بعد اون یکی بعد اون یکی میرسوندیمش به اصل از این ور به جلو. در نتیجه فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است. پس نام هست، نشان هست، در گمان میگنجد و نمیگنجد، ولی در این با در همه اینها از این هم برتره. چرا؟ چون نگارنده برشده گوهر است. همه چیز در این سخن بسیار کوتاه در این چهار کلمه گفته شده، همه هستی در این چهار کلمه گفته شده. نگارنده برشده گوهر است، یعنی همون خداوند جان و خرد ریفر داره برمیگردونه و همون تخمه خودزایی که اون جان رو نخست پرورید در درون خود، در درون خود پرورید و اون خرد رو نگهبان اون آگاهی و اون نوک پیکان، به همون گونه که گفتین فراپویش کرد، فراپویش کرد اون خردی که میشکافه و اون آگاهی رو در
اختیار و در نگاهبانی جان قرار میده و این گونه هست که فراپویش هستی در اشیاء خودش در پویش است. در اشیاء خودش در اون بالانس هستی، در اون اکوالیبریومش قرار میده. نگارنده برشده گوهر است. گوهر عنصرهای هستی هست. به عربیش میشه عنصر. که بعد گوهر جواهر هم بهش گفته میشه. یا بعدا جوهر، جوهر یا essence of things. در عرب نمیتونست بگه گوهر، گفت جوهر. گه نمیتونم نگم جه. بس essence of things هم. جوهر هر چیزی. بس گوهر زمانی که بر شد، بر شد یعنی کجا رفت؟ بالا رفت. برتر شد. همجور که برتر می پس ما میدونستیم که گوهر در حال بالا رونده است. یعنی این سیر اِوولوشن رو فرهنگ ایران میدونسته. اون چیزی که انسان بیخرد امروز که فرهنگ توراتی و قرآنی رو داره از اون گنج. بعدن البته توی علم امروزی در این چند سال اخیر که چیز تکامل به وسیله اون آقا مطرح شد، به وسیله داروین اینا مطرح شد، گوشه‌ای از این شعور رو پیدا کردن، از این خرد رو، ولی هنوز جان نداره این دانش، این علم امروزی هنوز از جان تویی. چرا از جان تویی شد؟ زمانی که در زمانی که افکار دشت تازیان و ادیان ابراهیمی بر بشر غالب شد، با زور، با تجاوز، با دروغ، با زشتی و با توته. ولی به هر حال چون اِوولوشن راه خودشو میخواد بره، به هر حال این برشده گوهر کار خودشو میکنه. و گوهر که در حال برشدنه، در حال اِوولوشنه، در حال ایوالو شدنه، این جوهرهای هستی، این ذرات هستی، این گوهرهای انسانها که در حال وجود اومدن و برشدنن، یعنی راه اِوولوشن یا فراپویش خودشون رو در مرتب در حال تکرار، در حال جلو برنده و به صورت فنری به نظر میاد تکرار میکنن، ولی فنری به بالا میرن. میگه که این پدیده که من دارم از اون صحبت میکنم، خداوند جان و خرد، نگارنده برشده گوهر است. یعنی خود این گوهر که در حال ایوالو شده است. پس موجوده که طول سگی در آسمان نیست، حالا طول سگ یا با حوزش از طول سگ، موجوده که در آسمان نیست، مرده که در آسمان یا پایین یا بالا یا اینور یا اونور نیست، موجوده که نیست، پس خود آنچه که هست اوست. یعنی خود شما، یعنی تایم، سپیس، یعنی انرژی، یعنی جان، خرد، همه اینها، everything. پس نگارنده برشده گوهر است. این روی این دوستان فکر کنن در آینده. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجاند و بیننده را. ای این برانور نگاه نکن که این مرتیکه را ببینی، یعنی اون چشمای خودت رو اذیت نکن که بگی این خداست، اون خداست، این برانور. دقیقا معناش بکن، به بینندگان آفریننده را. بینندگان یعنی چشمان، داره میگه به چشمانتون، به دوتا چشمات آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. این دوتا بیننده تو، این دوتا چشم تو اینقدر رنج نده. بله. چشم خرد رو باز کن و چشم جان رو پیش از خرد باز کن و بعد خرد رو نگاهبان جان کن. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرن جان دو بیننده را، نیابد بدونیز اندیشه را. یعنی از راه اندیشه سخت فکر بکنی که خب حالا این کجا افتاده و فلان و اینها، اون بالاست، این پایینه، این وره اون وره، همچین موجودکی وجود نداره. بله. که او برتر از نام و از جایگاه، یعنی از این که تو بگی اونجاست و در این لحظه است و در اونجاست و این اسم داره، اسمکی داره، اسمش هم الهوه، یهوه، نمیدونم زهر مار الله، اینها نیست، همچون موجوده که وجود نداره. خود تو قد بیچاره نکن. به انسان بیخرد اون روز که تفکر عرب بر او حکم فرما، تفکر عرب که نه، تفکر قرآن که از تورات میاد بر او حاکم شده. من فکر میکنم بیشتر اینجا داره رجوع میده به جان، میگه که نیابد بدو نیز اندیشه راه. بله. که او برتر از نام و از جایگاه. یعنی اینقدر خرد بی جان خودتون رو نکاوید و سعی نکنید با خردی که استمرار، چی میگن، خردی که باید جانتو پرورش بده. بله.
به جاش دنبال چیزی خارج از خودت باشی. این اصلا فرهنگ روانشناسی انسان برتره که میگه تو رو از این کوچکی میخواد بیرون بیاره و از اینکه چشمت به اینور اونور به دنبال جواب باشه نیست، چه تو در همه چیز، بلکه اون همونی که گفت اون جان رو اول نخست باید به کار بیاندازی که اون خرد در پشتوانه اون جانه که میتونه راهگشا باشه. این برتر از نام و از جایگاه است. قابل توجه. دوستان که نه، مردمان مرده هستی به وسیله افکار عقب مانده ابراهیمی، که شما زمانش رسیده که از این افکار مرد و از مردگی بیرون بیاد و به جان خود زنده بشید و خرد رو راهنمای این جان بکنید و نگاهبان این جان بکنید. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد به دور راه جان و خرد. میگه از این گوهرها اگه بیرون برید، همه چیز در این گوهرانه، در این پایه های به وجود آورند این جان و خرده، عنصرهای هستیه. نه، اینجا گوهران رو داره مستقیم میگه. بله. می گوهرانی که گوهران درسته که جان و خرد به وجود آوردن. بله. ولی اسنسش خود این گوهران است. به وجود آورنده این گوهرهای هستی هستن. همین هم چیزایی که ما امروز داریم دنبالشون می‌گردیم در اون هایدرون کلایدر، داریم این ذرات کوانتا رو، ذرات پروتون رو به هم می‌زنیم تا کوانتاهای اولیه پیدا بشن. بله. که اصل هستی از چه ساخته شده که بعد اون گفتیم می‌رسیم به تئوری در گفتار در آفرینش. اون سترینگ تئوری که امروز مطرح شده و داره هر لحظه بیشتر اثبات میشه، چون ما احتیاج به اون ایکویژن هایی که این محاسبات رو به طور ریاضی درست انجام بده داریم و داریم نزدیک میشیم بهش. ولی این با جان خود فرهنگ ایران این رو دریافته بوده. پس جان میتونه کار راه گشای خرد هم باشه. خرد خالی خیلی مشکل میتونه به جان برسه، ولی امروز خوشبختانه ما در مرحله قرار داریم با اینکه انسان از جان خالی شده، خرد خالی انسان داره کم کم بر میگرده دوباره جان رو پیدا میکنه. یعنی همین کاری که ما داریم در کوانتوم مکانیک میکنیم و کاری که اینشتین کرد در دیدگاه بزرگ، در مثلا ماکرو، مثلا در ریلیتیویتی. اینا رو بهش خواهیم رسید. اینا رو بیشتر در گفتار در آفرینش که چند خط پایین تره، باری باز هم روی اول شاهنامه است، اونجا باز خواهیم کرد. تو قسمت جان و خرد بیش از این من باز نمی کنم اینو تا برسیم به اونجا. پس سخن هرچه زین گوهران بگذرد، نیابد به دور راه جان و خرد. ما اگه بگیم موجوده که در آسمون اینور اونور به دنبالش بگردید و از این گوهرانی که شما رو ساخته، جان شما رو ساخته و خرد شما رو به وجود آورده، که خود این گوهران باشن، خود این انرژی هستی باشه، خود این اسنس آف یونیورس باشه که گفتیم این ذرات و این انرژی که بعدا میگیم اینها چگونه در حال حرکتن فور اینفینیت، چه در بیکرانگی پیش از بیگ بنگ و چه در کرانمندی پس از بیگ بنگ. حالا این بیگ بنگ هم من دوست ندارم کلمش رو، در گشایش اولیه هستی ما، تایم سپیس ما، 13.7 میلیارد سال پیش. سخن هر چیز این گوهران بگذرد، نیابد بدو جان راه جان و خرد. شما اگه از این گوهران بریم بیرون به دنبال یک کودکی در آسمون، مردکی این ورمور بشن، دنبال چیزی باشید، جان و خردتون بهش را پیدا نخواهد کرد. باید برگردید و این گوهران رو بشناسید. چرا جد گفتار در آفرینش میرسیم بهش، میگه از آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست، که یزدان زنا چیز آفرید بدان تا توانایی آمد بدید. حالا اینو میخواستم بگم، به اونجایی که برسیم اینو باز میکنه. بله. این حرف اینجاشو باز میکنه. ولی اینجا میگه از این گوهر اگه بریم بیرون، چیزی در بیرون این وجود نداره، همین گوهرانه. یعنی همین اسنس آف انرژی که تو یونیورس همیشه وجود داره. برای شروعی و اتمامی نمیتونیم قائل بشیم. شروع تایم سپیس ما بیگ بنگه یا گشایش اوله، ولی تا بی‌نهایت، بی‌نهایت تا بی‌نهایت آینده هم وجود خواهند داشتن. چه شروعی وجود نداره. شروعی اگه بخواد برای چیزی قائل بشی، خب پیش از اون چی بوده؟ بازم بوده، یه چیز دیگه بوده. پیش از اون چی بوده؟ بازم چیز. واسه هیچ وقت ته نداره، تای وجود نداره، خدایی که وجود نداره، موجودکی یعنی الله هو الله کی یا یهوه کی وجود نداره که بگه بشو بشه. چون اون باید بگیم اون عقب مانده از کجا اومده، تا که اگه بگیم الهوه درست کرده همه چی رو در 7 روز یا 5 روز یا 2 روز. پس میگه که از این گوهران رو بشناسید،
بعدش هم میگه از آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران، گوهران از کجا آمدن، مایه شون از کجا. پس در اینجا میگه سخن هرچی از این گوهران بگذرد نیابد به دور راه جان و خرد. باز بر میگرده فقط جان و خرد خودتون به طرف اینکه مایه و گوهر و پیشینه خود رو باز شناسید، چه از نظر تاریخی که از کجا میایی، چه از نظر هستی گوهران هستی، نه تنها پیشینه شما کی و کیان شما، بلکه ذراتی که ما رو به وجود آورده یا این هستی رو به وجود آورده. خرد را و جان را همی سنجدو در اندیشه سخته کی گنجدو. میگه سنجش جان و خرد باز همین گوهرانند، این گوهرانند که خرد و جان را اون گوهران سنجششون هستش. همی سنجدو، اینجا گوهران رو میگه، خرد را و جان را همی سنجدو. اینجا او تو زبان ما تا که تو فرهنگ بی خردی انسان امروز تا که بگن او حتما فهم میکن اون خدا هک تو عراسمون. در صورتی میگه که سخن هر چیز این گوهران بگذرد نیابد به دو جان جان رو خرد. پس میگه گوهرانه، اینجا میگه خرد و جان را همی سنجدو، باز یعنی همین گوهران، همین گوهرانه که اون پایه های اولی هر چیز هستی میسنجد. در اندیشه سخته کی گنجدو، اندیشه که سخت شده، سفت شده، ریجید شده. یه جاهای اندیشه خوبه که در یه راه خاصی بره و از اون راه بیرون نره، ولی اگر سخته بشه این دیگه شما نمیتونید بفهمید که جان و خرد از کجا اومده، ریشه شما از کجا اومده. در اندیشه سخته کی گنجدو، ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید بست. یعنی فقط را اون را، بندگی انسان را نه، استثمار انسان نه، بردهداری نه، پوز بر خاک مالی نه، ولی ستودن هم نمیخواد اون که دلار راست بشی جلوش. این هستی خودتو به وجود آورده، این گوهران خودتو رو به وجود آوردن. ستایشی کسی لازم نداره، تو باید اون راه اون رو بری، چیزی که زرتوش میگه، یعنی راه اولوشن، راه اشا هستی، یعنی هنجار این گوهران را. حالا میگم ما باز موقعی که برسیم به بخشایی که باز باید بکنه از دانش بیشتر امروز که در چه لحظاتی که این گوهران به خاطر اون قانون به اصطلاح فراپویی انتروپی یا در اصل اون حرکت ترمودینامیکی ماده در یه لحظات خاص که به هر حال لایف رو به وجود میاره، میرسیم به اونجا که چرا لایف توی این پروسه حرکت این گوهران تایم سپیس ما، این دیمنشن ما به وجود اومده. بله. و یه لحظه کوتاهی از این حرکت این انرژی و ماده است. بله. لایف. ولی میگه که میان بندگی را بباید بست، یعنی ما بند اون هستیم، نه بنده این و آن و اینا. ما بند حرکت این فراپویشیم، یعنی با سرعت نور در حال حرکتیم، چون خودمون از همون جنسیم، چون از همون جنسیم، در همون سرکل، در همون بند به قول شما. بله. اگر الینیت بشیم از خود به ناکجا آباد و هیچ جای وجود، هیچ جایی که وجود ندارد، یعنی هیچی، مرگ واقعی، نه مرگ به صرفت فیزیکلی. اینه که پس ما راه اشا رو میریم، یعنی راه اولوشن باست که با سرعت نور در حال گشایشه. امروز هم همینطور در تایم سپیس ما، در لبه های این توپ که در 13.7 بیلیون سال پیش از لیمیت آف زیرو که ناچیز، فردوسی ازش در آینده میرسیم، از اون به نام ناچیز اسم میبره، نه زیرو، لیمیت آف زیرو، almost nothing، با که رسیده، شروع شده و به این درجه رسید که الان صدها میلیارد سال نوری پهنای این هستی ماست، با سرعت نور هم همینجور داره گشایش پیدا میکنه، اونجا با سرعت نور در حال حرکت، ما هم گرچه در درون اون هستیم ولی یا در روی اون هستیم،
ولی ما تنها راهی که داریم بندگی اون راه رو، یعنی شناخت اون راه رو، یعنی به اون بند بشیم، به اون وصل بشیم و با سرعت نور به حرکت بیافتیم. یعنی خیلی جالب گفته اینجا. ببین میگه فردوسی میگه سخن هرچه نه با پوزش ستودن نداند کسو را چو هست، یعنی چون تو هستی، چون اون پدیده هست و وجود داره دیگه، اولا که ستودن نداره، ستایش اون گونه که به اصطلاح رسم بوده در اون زمان، پوز بر خاک مالی و فلان و اینا نیست، چون باید هستش و باید بس بشه. بله، و اون بستگی ما به همون به اصطلاح گوهرهای نخستین و اون پویش و به اصطلاح فراپویی اون گوهرهای هستی هست. پس همون که من عرض کردم، باید بند بشیم، بس بشیم، به اون با سرعت نور به حرکت بیافتیم. بله. خب خرد را به جان را ببخش من رفتم بالا. خرد گر سخن برگزیند همی، همان به گزیند که بیند همی. بله. پس جانی که ما از این ذرات به وجود اومدیم در این تایم سپیس ما که همیشه در حال حرکته با سرعت نور، بعدن میگه که گنبد تیز رو. بله. میگه پدید آمد این گنبد تیز رو. من نمیتونم خودم I can't help myself برم تو این قسمت گفتار شما کشش پیدا میکنی به اون بخش گفتار آفرینش. بله، به هر حال چون این پیشگفتار خداوند جان و خرد خیلی هم اساسیه، پیشگفتاری که باید بدونیم اون جان جریان چیه که بتونیم به پیدایش هستی برسیم. بله. از شاید که خب پس من برمیگردم. برگردیم. پس خرد پس میان بندگی را باید بست. خرد گر سخن برگزیند همی، همون به گزیند که بیند همی. پس این خرد ما که نتیجه این حرکت این نیروهای هستی یا این گوهران هست، گوهران در تایم سپیس ما هست، اینجا به تایم سپیس هم بعدن اشاره خواهد کرد، این خرد که نتیجه اون هست، اگر ما این خرد رو برگزینیم، یعنی سخن ما این خرد رو برگزینه، همان بهگزیند که بیند همی، همون چیزی که درست میبینه بهگزین خواهد شد، یعنی دین بهی، یعنی راه بهگزینی، یعنی راه آیین بهی یا راه عشا یا هنجار هستی رو جلو میره، با بی هنجاری نمی انجامه، به دشمنی با زمین یا مادر خود دل نمیبنده، به شکم و زیر شکمش فقط محدود نمیشه، تبدیل به خود اون هستی میشه، تبدیل به خود اون گیهان و گردون سپر میشه. این چیزی که بعدن هم که تورات به اسم اسلام به ما حمله کرد، عرب حمله کردن، ما سعی کردیم در فرهنگ عرفانمون که ما درست کردیم اینا رو برداریم و بیایم نقش توراتی بهش بزنیم و میبینیم که رومی تا زمانی که با شمس، یعنی با مهر، با نیروی خورشید آشنا نشده بود، خورشیدی، نه خورشید، نه خورشید پرستی مثلا مصری و احمقانه و فلان، بلکه با شناختن انرژی هستی و این گردش این انرژی آشنا نشده بود، میبینیم که پر از مزخرفات گفتمان رومی یا مولانا و قد آشغال گفته که خودش سردرد گرفته، ولی چون دسپرت بوده و نمیدونسته که به هر حال این جانی که داره و چون خرد رو نداشته ولی جان رو داشته و میدونسته یه چیزی اونجا باید باشه، اینا رو هی میچسبونده به مزخرفات داستانهایی که تو قرآن نوشتن که نمیدونم مثلا این یه آقایی هم هست که میاد اینا تفسیرات عجیب و غریب میکنه تو این کانال چیز اسمش چیه چیز هم که آقای ترک زبون شیرین ترکی نره دراویش و اینا خلاص برحال اینه که آدم گنج حضور. بله، اینا گوشه ایش رو ما در فرهنگ عرفان میبینیم که سعی کرده گوشه از شناخت گردش گیهان، گردش هستی، گردش انرژی که مهر سیستم مهرستایی ما باشه یا مهربندی ما باشه یا مهرپرستی
پرستاری مهر از ما باشه، اینو میبینیم در بخشن میان و به حال زیر فشار اعراب به این شکل میدنش بیرون و بعدن توجیهاتی میکنن، مثلا اونجا که نمیدونم چی چیز به چاه میفته، منظورش چاه فلان است و فلان است و یوسف در اونجا آدم خوبی بود و فلان بود. یعنی مزخرفگویی رو ما بستیم به افکار عقب مونده ابراهیمی به این دلیل که از ما گرفته بودن این خرد رو و این دانش رو، ولی فردوسی پیدا کرده بود. رومی یعنی مولانا هم زمانی که شمس رو پیدا کرد ما تازه فهمید جریان چیه و تازه شعراش فرهنگ درست حسابی گرفت، ولی خب اسرائیل به او امان نداد و رحمت را سر کشید. به هر حال بگذاریم، ولی خب به هر حال کارهای خوبی هم کرد. پس میگه که بدین آلت و رای و جان و روان، ستود آفریننده را کی توان. این ستایش متایش احتیاج نداره، پوز بر خاک مالی و نمیدونم یا یهوه این کثافات، مال اینه که انسان رو به بندگی و تسری خوری و پوز بر خاک مالی جلوی رهبر دینی که سر پول همه این مزخرفات رو نوشته بودن احتیاجی نیست. یه زمان با مذهب این کار کردن، امروز اینا دارن با به هر حال کمپانی های به سر کورپوریشن های جهان با نفوذ در حکومت ها، یعنی حکومت ها رو کاملا خریدن، به اسم علم دارن این کار میکنن. مثلا مانسانتو اینترنشنال امروز به اسم علمه که میگی که این جنتیک انجینیری که من درست کردم همه از این استفاده بکنن. با WTO هم میره فشار میدن به همه کشورها و اون جنتیک انجینیر کاشته میشه و تمام ژن چند هزار ساله مقاوم فرزند کشاورز هندی یا ایرانی رو نابود میکنه و بعد اون ژنه اون دانه سال بعد خودکشی میکنه چون دیگه نمیتونی دانه رو بکاری، باید دوباره بیای از مونسانتو بخری و سم بپاشی و اینا. و اینا هم که میدن به موشا که میخورن مد و رودشون لیژن میگیره و سرطان میگیرن و میمیرن. همین رو دارن به بشریت امروز میدن و از اون طرف هم شرکت های داروسازی و گانگسترای طب و اینها اینشان کمپانی ها دراگ میبندن بهشون و انسان رو تبدیل کردن به موش آزمایشگاهی. در گذشته با مذهب بود، امروز به اسم دین دارن، به اسم علم که این کمپانی ها دارن به اسم خودشون ثبت میدن و دنیا رو به هر حال با علم و مذهب خودشون که مخصوص این بی جان و بی خرد ها هست و شکم و زیر شکمی ها هست تیک اوور دارن میکنن. ولی خب باز تز ما امروز اینو ثابت خواهیم کرد که دوران اینها به سر رسیده و دوران جان و خرد شروع خواهد شد. کی؟ دوستان خیلی گفتن کی؟ در همین دهه، احتمالاً از سال آینده. آردی شروع شد از 2008، ما میبینیمش در جنبش بیداری مردم جهان هم میبینیم به اسم اویکنینگ. خب پس ستودن نمیخواد، هستی همراهی شما رو میخواد، میخواد که چون خود هستی شما رو آفریده، شما با او همراه و همجان و با سرعت نور در حال فراپویش یا اِوولوشن باشید. That's what he wants. در تو 6500 سال پیش هم همینو گفت، اسنس حرفش این بود. پس ستودن نمیخواد، بدین آلت و رای جان و روان، ستود آفرینده راننده را کی توان. به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یکسو شوی. به بودن اون این انرژی تابان، به بودن خودت در این حال باید که خستو بشوی، اعتراف کنی. خستو شوی یعنی اعتراف، یعنی دلتو باز کنی. اعتراف هم نیست که ترجمه بدی اعتراف اگه بگیم. خستو شوی یعنی آگاه شی، باز شی، از این کتمان حقیقت بیرون بیای، از گفتار بیکارگی به کنار بری. ز گفتار بیکار یکسو شوی، از این گفتار بیهوده جدا بشی، بری یک سوی دیگر یکسو شوی. ز گفتار بیکار یکسو شوی، پرستنده باشی و جوینده راه، به دنبال پرستاری این راه، این پدیده‌ای که تو رو وجود آورده، این رو پرستاری بکنی، این رو ارزش بداری، پوزه بر خاک نمالی. ستودن و
فلانی ها لازم نداره. پرستنده باشی و جوینده. پرستش معنای پوز بر خاک مالیدن عربی و عبری نیست. پرستاری کرده. پرستار کننده این جان و این کیهان و این هستی و این اون چیزی که میگه ما گوهران باشی. گوهرانی که تو رو وجود داره. پرستاریش که باشی یعنی اینقدر نگهش میداری تا برای اینقدر ازش طرفداری میکنی تا چیکار کنی؟ تا اسنسش رو پیدا بکنی. به هستیش راه پیدا کنی. جوینده راه. به فرمانها ژرف کندن نگاه. به اون چیزی که برمیاد که این اینجوری باید بشه اونجوری بشه ژرف باید نگاه کنی، نه که مثل گوسفند به دنبالش بری. یعنی در واقع میگی یعنی با اصول هستی باید واقف جوینده باشی، واقف بشی و به ژرفی بفهمی اون رو. به قوانین هستی ژرف نگاه کنی. بله. به این فرمانهای هستی، به این حرکت هستی ژرف نگاه کنی. توانا بود هر که دانا بود. موقعی که این دانایی رو گرفتی تازه توانایی بودیم، وگرنه ناتوان، بیچاره، دنبال هر آشغال برو، دسپرت، کی بیاد ما رو نجات بده؟ توی و امثال تو. منم طرفدار تو، منم متحد تو. ز دانش دل پیر برنا بود. از این دانشه که پیر و جوان نداره. برنا جوان هست، برنا هست، همیشه جوان هست. چرا؟ جوان همیشه در حال حرکته. این سمبول در حال حرکت بودنه. پیر اون چیزی که فکر میکنیم اگر کهنه بشه ممکنه از حرکت بایسته، ولی اینطوری نیست. دانشو که داشته باشی تا لحظه آخرین نفستون برنا هستید، یعنی جوان هستید، یعنی در حال پویایش هست. از این پرده برتر سخنگاه نیست. بله. از این پرده ای که من باز کردم از جلوی چشت، از این چیزی که مخفی بود پشت این پرده تا به حال، از این پرده، از این مخفیگاه که من بازش کردم برات، برتر سخنگاه نیست. به هستیش اندیشه را راه نیست. به دنبال اندیشه این که موجوده که اونجا هست نباش. همین راز رمزی که الان برات گشودم هست. کنون ای خردمنده ارجو خرد، بدینجا یک گفتنن بدین جا یه گفتنن در بخش. کنون ای خردمنده ارجو خرد، بدین جای گفتنن در خورد. این بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشیده زو برخورد. پس اینجا به خودش داره حرف میزنه، میگه که خرد من ارج و خرد و با مردمان اهل ارج و خرد. در اینجا بهتره که بگم بدین جایگاه گفتن اندر خورد، یعنی اندر خورد این جایگاه هست، اینجاست که باید مناسبه. بگم که مناسبه که بگم که بگو تا چه داری بیار از خرد. پس خرد که نتیجه همه اینها بود، موقعی که وصل باشه، در پیوند با جان باشه، در پیوند جانم با چی؟ با گوهران باشه. گوهران هم با اون تایم سپیس و شناخت باشی و تو پرستنده اون راه حرکت پویش باشی، نه 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 پرستنده یک موجودک احمق باشی. پس تازه اینجا بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشیده، گوشی که نشنیده. از اون نشنیده آجیز نشده، برخوردار نشده، زو برخورد، برخوردار بشه از این چیزی کتابه ها نیوشید. پس اینجاست که میبینیم گفتار در اندر ستایش خرد که سپس در میاد، در این جایگاهه که انقدر خرد رو ستایش میکنه. بعد از این که تمام این راز و رمز رو تا بدین جایگه گفت، آفرین درود بر شما، بعدشه که خرد رو نه که خرد پرد هی خرد پرد میگن. حتی این ابلهان این کانال های که ادای وطن پرستی هم در میارن، این بیشوران هدفشون از این خرد مرد میگن، یکی که جان سرشون نمیشه، یکی که میخوان اون خرده که بعدن اسمش خرد یونانی گذاشتن، یعنی بعضی که یونانیان کتاب های ما رو به کمک رهبران عبری که نفوذ کرده بودن در دربار هخامنشیان ایران رو گرفت، اسکندر گجسته و اینها رفت یونان و ارسطو و بخشیش که تونستن ترجمه کردن و مزخرفاتی جایگزینش کردن و شروع کردن به خرد خرد گفتن و
دموکراسی رو به اصطلاح بعد از اون کتاب ها رو دزدیدن 300 سال بعدش کم کم کلمه دموکراسی و فلان و اینها درست کردن و اینها. دمو به معنای مردم، کراسی به معنای حکومت، ولی بعد در اصل مردم همون چند درصد بردهدار اسمشون مردم گذاشتن، به بقیه ارسطو میگفت دونها، فرومایگان، که در اصل خودش فرومایه بود. و اینها اون خردیری که اینها میگن در این کانال ها و این تفسیر کنندگان فردوسی و شاهنامه و اینها، این ابلهان در اصل دشمنان ایران، دوستان خرد یونانی، که خرد این خردیه که چگونه انسان رو به بند بکشید. چون انسان یونانی هم از فرهنگ هسیوس که از جشن تازیان افکار حمورابی و افکار توراتی رو به ابریون رو برده بودند به یونان، پایه های بردهداری و آدمخوری خودش رو پایه‌گذاری کرده بود، ولی تا زمانی که اون رو به خرد علم در سطح خودش به اصطلاح علم فرابردی، علم عملی، علم که چطور باش کنترل بکنی، چیز نشده بود، مثلا مجهز به این خرد نشده بود، یونان نتونست به جایی برسه. و این موقعی که این خرد رو آموخت، این راه رو آموخت، اون وقت تونست در اصل این بردهداری رو روی زمین پایگذاری بکنه، به شکل وسیعش پایگذاری بکنه. و بعدم که میدونیم که تفکر روم همین راه رو ادامه داد، بعد میدونیم که تفکر بیزانتین با اینکه نفوذ افکار مهری توش بود به اسم مسیحیت، همون راه را ادامه داد. بعد میرسیم به قرون وسطا، تجاوز و کشتار همین تفکر عبری یا بردهداری در اروپا، و بعد میرسیم به حمله این تفکر عبری عربی به ایران. و یعنی پیش از اون به ایران اینا حمله کرده بودن، تا امروز که میبینیم اینها چگونه به هر حال تونستن کل کره زمین رو به این فضاحت در بیارن. ولی خب آخر عمرشونه، و ما چون این بخش از این چند خط اول رو گفتیم از روی اول شاهنامه، نمیدونم هفته، هفته آینده بخش اندرستایش خرد رو میتونیم بیشتر باز کنیم که چطوره که این همین برابری که کردی نسبت به جان و خرد ایرانیان باستان، و اینکه چه شد که بر سر این دانش اومد و همون حمله اسکندر گجستک و بردن این دانش و دادن اون به دست ارسطو، و اینکه اونها چگونه از اینها از جان توهیش کردن و یک علم مسلح شده رو برپا کردن بر اساس بندگی و بردگی. بردگی علمی که کاربرد داشت برای سوداوری شخصی، شکم زیر شکمی، ولی علمیه که دانش نبود و از جان توهی بود و فقط راهبرد کاری داشت که چطور این کارو بکنیم، چطور اون کارو بکنیم، چطور تولید ادهی رو به بند بکشیم که تولید بکنن ما بخوریم، و این سیستم تا ابد روی کره زمین بماند. حتی فکر این ابدیه، یعنی یک راه ضد بشری، ضد فراپویشی، ضد تکاملی، انتی اِوولوشنی، فکر کن اینا ابدیه. اینها رو هم چیز میگفت ابدی، هم ارسطو میگفت ابدی، و هم این مردکی که اومدن در رهبری کپیتالیسم جهان به اصطلاح در آمریکا در 1980 سیستم اقتصادی اون رو پایه‌گذاری کردن به اسم مونوپولی سرمایه، یا به اسم که مرحله آخر به هر حال رقابت آزاد، بازار آزاد بود در کپیتالیسم، نه اومدن و گفتن It's the end of history، یعنی به هر حال از این به بعد هیستوری همیشه اینجوری خواهد بود. ما چند تا رهبر اصلی مونوپول کننده مواهب هستی، مثلا کورپوریشن های بزرگ، صاحب زمین شدیم، همین توراتی ها، همین هایی که به اصطلاح چند سال پیش این سیستم رو شروع کردن، صاحب زمین شدیم و It's the end of history. و آقای میلتون فریدمن اومد اون به اصطلاح تئوری احمقانه تریکل داون اکانومی یا وودو اکنامیک رو به اصطلاح پایگذاری کردن، در از زمان ریگان شروع کردن. 30 سال طول نکشید که این end of history، end of itself رسید و خودش به اصطلاح به زباله دان تاریخ افتاد.
و چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت زین و گهی زین به پشت. اینا زمان زین به پشت اینها شده، زمان پشت زین راه راستی آریایی فرا رسیده. با این سخن خوب، با این گفتار نیک، ما این امروز رو به پایان ببریم و از کدوان گرامی خواهش کنیم که اگه دوست دارن این رو جدا ضبط کنن. بله بله حتما، اگه دوست دارین این رو جدا ضبط کنید و بعد ما گفتمانی هم با شما داشته باشیم. اجازه بدید من اینو پس یه چند دقیقه به من فرصت بدین که من اینو چیز کنم، ذخیرش کنم، بعد میام خدمتتون. دوستان گرامی هیچ جا نرن، ما هنوز هستیم در استند بای. اگه کسی باشه من چون نمیبینم. دکتر زم مهم نیست کسی نباشه، ما فقط داریم ضبط میکنیم. حالا درست دارن بیان. درست، بله بله. درست میفرمایید. برنامه ها داره ضبط میشه برای آینده.